بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای گرامی، امیدوارم جور صحتمند و سرحال و سلامت باشین. به درس ششم از کیمیا خوش آمدین. دوستا، روزای در درس قبلی ما درباره اجزای اتم صحبت کردیم. اتم از دو قسم ساخته شده، یکی هسته و یکی هم مدار. قسمت مرکزی اتم به نام هسته میگه و اطراف به نام چی؟ مدار. مدار ها هم به دو نوع، یک مدار اصلی داره، یک مدار فرعی. مدار اصلی مسیرهای دایروی یا به ازای شکلی که الکترون در حال حرکته، و همچنان مدار تعداد مدار اصلی 7 دانه که از داخل به خارج توسط حروف K, L, M, N, O, P, Q نشان دادیم. همچنان ظرفیت هر مدار توسط فرمول 2N مربع پیدا میشه. و در موضوع درس امروز هم درباره ذرات اتم درس ششم، و موضوع درس هم است ذرات اتم. ذرات اتم دوستا، اتم دارای 3 دانه ذره اساسیه. ذره اول به نام چیست؟ به نام الکترون، و دومی به نام پروتون، و سومی هم به نام نیوترون. به نام چیست؟ نیوترون. که موقعیت الکترون در مدارها در اطراف هسته، و همچنان پروتون و نیوترون موقعیت در کجاست؟ در هسته، در قسمت مرکزی اتم. و ذره اولی رو به نام چی میگه؟ به نام الکترون. پس الکترون اگر ما تعریف کنیم، میگیم که الکترون به ذره گفته میشه، به ذره گفته میشود، میشود که از اثر حرکت آن، از اثر حرکت آن جریان برق حاصل شود، جریان برق حاصل شود. اینمی ذره رو به نام چی میگه؟ به نام الکترون. و مشخصات الکترون که معمولا سوال زیاد تر داره عبارتند از: مشخصه اول، الکترون از کلمه الکتریک به معنای برق گرفته شده. و مشخصه دوم، کاشف الکترونه. کاشف الکترون دانشمند به نام کیه؟ به نام تامسن. به نام تامسن. و مشخصه بعدی، چارج الکترونه. چارج الکترون علامه منفی، قیمت 1.602 ضرب 10 به عنوان منفی 19 کولومب. و مشخصه بعدی، کتله الکترون، کتله نسبت به پروتونه. این الکترون نسبت به پروتون 1/1840 حصه. 40 حصه چیه؟ پروتون. به این معنی که یک پروتون به 1840 حصه مساوی تقسیم کنی، یک حصه ازو برابر بشه به الکترون. به این معنی که پروتون نسبت به الکترون بزرگتر و الکترون نسبت به پروتون چیه؟ کوچکتر. و مشخصه بعدی، کتله الکترونه. کتله به کیلوگرم. کتله به کیلوگرم 9.11 ضرب 10 به عنوان منفی 31 کیلوگرم، و یا 9.11 ضرب 10 به عنوان منفی 28 گرامه. اینی از جنس چی؟ از جنس گرام. و مشخصه بعدی، موقعیت چیه؟ موقعیت الکترون کسه در مدارهای، در چیست؟ در مدارها. و وظیفه، و وظیفه الکترون کسه؟ وظیفه الکترون عبارت از تعامل کیمیاویه، تعامل کیمیاوی. برد و باخت الکترون صورت میگیره، یا الکترون داده میشه یا الکترون گرفته میشه. و مشخصه آخری دوستا کسه؟ اینی سمبول الکترونه. الکترون داره 3 دانه سمبوله، ای منفی، ای صفر منفی 1، یا بیتای صفر چی؟ منفی 1. اینی مشخصات مربوط به چی میشه؟ مربوط به الکترون. پس نکاتایی رو که ما باید در نظر بگیریم، نکته بعدی، چارج الکترون. چارج الکترون توسط دانشمند به نام ملیکان، به نام ملیکان از قطرات تل کشف شد، از قطرات تل کشف شد. این یک نکته. و نکته بعدی، تجربه تامسونه. تجربه تامسون، خب متوجه باش دوستان، تجربه تامسون. در تجربه تامسون شاگردان ما 3 نکته اساسی داریم. نکته اول، نکته اول، تامسون با استفاده از اشعه کتودی متوجه الکترون شد. یک موضوع. دو، تامسون تجربه خود در ساحه برقی و مغناطیسی اجرا کرد.
ای دو و سوم. الکترون اولین ذره که تجزیه پذیر بودن اتم ثابت کرد. به این معنا با کشف الکترون به این نتیجه رسیدن که اتم یک ذره تجزیه پذیره. به این معنا که تجزیه میشه به الکترون، پروتون و نیوترون. و تامسون از یک تیوب استفاده کرد، در قسمت بالایی یک لوحه با چارج مثبت و در قسمت پایینی یک لوحه با چارج منفی، و اینی تیوب به بیتری وصل کرد. بیتری دارای قطب منفی و قطب مثبت، که قطب مثبت به نام انود میگه و قطب منفی رو به نام کتود. یک زمان برق در تیوب وصل کرد، متوجه شد که از قطب کتود یک اشعه پخش میشه. وقتی بین دو دانه لوحه چارجدار که رسید، اشعه مسیر خود به طرف بالا منحرف کرد. بر از این سوال خلق شد که چطور اشعه به صورت مستقیم نرفت یا به صورت پایین مسیر خود انحراف نکرد که به طرف بالا مسیر خود انحراف داده. در نتیجه بعد از تحقیقات پیدا کرد که یعنی اشعه کتودی از ذرات ریزه با چارج منفی ساخته شده که مثبت منفی را جذب کنه، منفی منفی را دفع کنه. پس اونمو ذرات ریزه دارای چارجای منفی را تامسون نامش را گذاشت چی؟ به نام الکترون. و اینجا یک نکته را بیان کرد، گفت میزان انحراف مساویه یا رابطه مستقیم با چارج داره و رابطه غیر مستقیم با چی داره؟ با کتله. دوستان یک دو کمیت ما در نظر میگیریم، اگر ای زیاد شوه و دومی زیاد شد، رابطه مستقیم. در صورت اگر ای زیاد شوه ای کم شوه، رابطه غیر مستقیم. پس در اینجا میزان انحراف با چارج در دو صورته، پس رابطه چیه؟ مستقیمه. بیان هر قدر چارج در اینجا بیشتر باشه، میزان انحراف یا انحراف شدن اشعه در اونجا چیه؟ زیادتره. و میزان انحراف در صورت کتله در مخرج رابطه چیه؟ غیر مستقیمه. بیان هر قدر که کتله یا این ذرات سنگین‌تر شده بره، میزان انحراف چیه؟ کمه. میزان انحراف با چارج رابطه مستقیم، میزان انحراف با کتله رابطه غیر مستقیم، که در نتیجه چارج توسط سمبول ای و کتله توسط سمبول ام مساوی به عدد 1.76 ضرب 10 بنم 11 کولم بر چی؟ بر کیلوگرم. اینی دو ثابت مشخصات چی؟ ذره به نام الکترون. خلاصه در ذرات اتم از 3 ذره اساسی ساخته شده: الکترون، پروتون و نیوترون. که الکترون در مدار موقعیت داره، پروتون و نیوترون در کجا؟ در هسته. الکترون به ذره گفتم میشه که در اثر حرکت چی حاصل شده؟ جریان برق. الکترون از کلمه الکتریک گرفته شده و کاشفش دانشمند به نام کیه؟ به نام تامسون. و چارج منفی 1.62 ضرب 10 بنم منفی 19 کولم، و کتله نسبت به پروتون 1/1840 هسته. به این معنی که یک پروتون به 1840 هسته تقسیم کن، یک هسته از این مسئله به چیه؟ به الکترون. و کتله به کیلوگرم 9.11 ضرب 10 بنم منفی 31 کیلوگرم، و یا 9.11 ضرب 10 بنم منفی 28 گرم. موقعیت الکترون در مدارها وظیفه هم چیه؟ تعاملات کیمیاوی. و 3 دانه سمبول داره، ای منفی یا به شکل اشعه بیتام نشان داده میشه. و تجربه تامسون با استفاده از اشعه کتودی متوجه الکترون شد. یک موضوع بعدی، تامسون تجربه خود در ساحه برقی و مغناطیسی اجرا کرد و الکترون هم اولین ذره است که تجزیه پذیر بودن اتم چی کرده؟ به اثبات رساند. خب ذره دومی عبارت از چیه؟ پروتونه. پروتون. مشخصات پروتون. خب اول پروتون اگر تعریف کنیم، میگیم ذره با چارج مثبت که در هسته اتم موقعیت دارد. مشخصات پروتون. مشخصه اول، کاشف پروتون دانشمند به نام رادرفورد. دوم، چارج پروتون علامه مثبت قیمت 1.602 ضرب 10 بنم منفی 20 1.602 ضرب 10 بنم منفی 19 کولم. و مشخصه سوم، کتله پروتون 1.76
ضرب 10 بنای منفی 24 گرم و یا 10 بنای منفی 27 کیلوگرم. و مشخص سوم موقعیت پروتون، موقعیت پروتون در هسته، موقعیت پروتون در هسته و وظیفه پروتون تعیین خواص اتم، تعیین خواص اتم و مشخصه آخری سمبول پروتون، سمبول پروتون پی مثبت یا پی یک یک یا هیدروژن یک یک مثبت یک. یعنی سه دانه سمبول به نام سمبول چی میگه؟ پروتون میگه. و ذره اساسی سوم که است دوستای گرامی نیوترونه، نیوترون. پس نیوترون اگر تعریف کنیم، نیوترون ذره با چارج خنسا که در هسته اتم موقعیت دارد، در هسته اتم موقعیت دارد. اینی می ذره رو به نام چی میگه؟ به نام نیوترون. که نیوترون و پروتون اردوش یک کلمه چی است؟ کلمه لاتینیه که پروتون به معنای اولی و چی میشه؟ سابقه ترین. معنای پروتون اولی و سابقه ترین و معنای نیوترون میشه، معنای نیوترون خونسا میشه، معنای نیوترون خونسا. اردش کلمه چی است؟ لاتینی. و مشخصات نیوترون دوستا، مشخصات نیوترون شماره یک، کاشف نیوترون دانشمندی به نام کیست؟ به نام چادویک، به نام چادویک. و دوم چارجش صفر یا چی؟ خونسایه. و کتله 1.76 ضرب 10 بنای منفی 24 گرم. موقعیت در هسته. و مشخصه آخری دوستا که است سمبول نیوترونه، سمبول نیوترون به چی نشان دادم؟ شبه این. و همچنان چادویک برای بار اول بریلیمی 4 نور توسط اشعه الفا بمباران کرد، در نتیجه تبدیل شد به کربن 6.12 و یک ذره خونسا آزاد شد که نام از او چادویک چی نوشته کرد؟ نیوترون. چادویک به نام چی نوشته کرد؟ به نام نیوترون. اینی معادله کشف چیه؟ نیوترون. که بار اول نیوترون با استفاده از هسته بریلیم توسط اشعه الفا بمباران کرد، در نتیجه تبدیل شد به کربن 6.12 و یک ذره خونسا آزاد شد که نام از او چادویک به نام چی نوشته کرد؟ به نام نیوترون. دوستان اینی نوع تعامل به نام تعامل چی میگه؟ به نام تعامل های هستوی میگه. تعامل چی؟ هستوی. ما در حقیقت دو نوع تعامل داریم، یک تعامل کیمیاوی است و یک تعامل هستوی. در تعامل کیمیاوی دوستا کسا فقط برد و باخت الکترون صورت میگیره، یا الکترون دادم شو الکترون گرفته. و در تعامل هستوی کسا یک هسته تغییر نه، یک هسته جدید دیگه حاصل میشه. و اینی نوع تعامل نمونه تعاملات های چی است؟ هستویه. که هسته بریلیم توسط اشعه الفا بمباران کرد، تبدیل شد به هسته کربن و ذره شارژدار که آزاد شد، چادویک نام از او نوشته که چی؟ نیوترون. در تعامل هستوی دوستا برای توضیح نزید، کتله ای طرف باید با کتله او طرف برابر شود، نمبر اتمی طرف با نمبر اتمی او طرف. 9 جمع 14 میشه 13، 12 جمع 1 چند میشه؟ 13. 4 جمع 2 6، 6 جمع 0 چند میشه؟ 6. پس اینی نوع تعامل با نام تعاملات های چی میگه؟ هستوی میگه. دوستا ذره دومی کسه پروتونه، پروتون یک ذره با شارژ مثبت که در هسته اتم موقعیت داره و کلمه من کلمه لاتینی است، معنایش میشه اولی و سابقه ترین. پروتون برای بار اول توسط رادرفورد کشف شد و شارژش هست مثبت، مقدار قیمتش هست 1.602 ضرب 10 بنای منفی 19 کولم و کتله میشه 1.76 ضرب 10 بنای منفی 24 گرم. موقعیتش در هسته است و وظیفه پروتون هم میشه تعیین خواص اتم و سه تا سمبول داره. نیوترون کلمه لاتینی به معنای خونسا میشه، یک ذره خونسا رو چی میگه؟ نیوترون میگه. ذره با چارج خونسا که در هسته اتم چیه؟ موقعیت داره. و کاشف از یه دانشمند به نام چادویک و چارج نیوترون صفر، کتله 1.76 ضرب 10 بنای منفی 24 گرم، موقعیتش هم هسته و توسط سمبول چی نشان دادم شه؟ این که چادویک برای بار اول هسته بریلیم توسط اشعه الفا بمباران کرد، بریلیم تبدیل شد به کربن 6.12 و یک ذره شارژدار آزاد شد که چادویک نام از او نوشته که چی؟ نیوترون. تشکر از توجهتان، تا درس بعدی شما رو به الله پاک میسپارم. امیدوارم که از این درس مستفید شده باشید.